استفاده از هوش مصنوعی و همچنین این سایتی که پر از محصولات جذاب هست، میتونی کسب درآمد دلاری خودت رو در سال 2024 شروع بکنی. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باش. سلام، خیلی خوش اومدید به این آموزش. در آموزش‌های قبلی و فکر میکنم سال گذشته بود، یک سایتی رو بهتون معرفی کردم، دقیقا شبیه به علی اکسپرس بود، به نام banggood.com که بیشتر لوازم الکترونیکی و کامپیوتر رو در این سایت شما میتونید ببینید و محصولات فوق‌العاده خوبی رو این سایت داره. شما با استفاده از این سایت و پلن افیلیت مارکتینگ این سایت میتونید محصولات این سایت رو بازاریابی بکنید و به فروش برسونید و درآمد خوبی داشته باشید. قاعدتاً خب خیلی هم کار ساده نیست فروش محصولات، ولی شما وقتی که از بین دسته‌بندی‌های مختلف محصولاتی رو انتخاب بکنید که در واقع فروش خوبی رو داشته باشه، میتونید موفق باشید. یکی از کارهایی که باید بکنید، اول اینکه وقتی که به انتهای صفحه میاید، وقتی که ما به انتهای صفحه میاییم، یه قسمتی داره همونطور که گفتم، قسمت affiliate program. وقتی که روی این کلیک میکنید، این صفحه براتون باز میشه که در اینجا میتونید مشاهده بکنید که به چه صورتی هست و همونطور که میبینید گفته که اول join میشید و بعد اینجا میایید تبلیغات میکنید و پول در میارید و وقتی که اینجا میایید روی sign up، وقتی که کلیک میکنید اینجا میتونید کار رجیستر خودتون رو انجام بدید. کار رجیسترش اصلا کار سختی نیستش، خیلی راحته. کسایی که کار رجیستر رو کلن در تمام سایت های افیلیت مارکتینگ که من معرفی میکنم نمیتونن انجام بدن، حتما از طریق پشتیبانی تلگرام با ما تماس بگیرن. ضمن اینکه ورژن جدید آموزش علی اکسپرس رو در حال آماده شدن هست که تا روزهای آینده احتمالاً به احتمال زیاد آموزشش رو براتون قرار میدم، یعنی از 0 تا 100 علی اکسپرس و داشبورد جدیدی که در واقع داره. خب وقتی که وارد داشبورد علی اکسپرستون میشید، این داشبورد شما هستش که ما یه اکانتی درست کردیم که این داشبورد ماست و از بالای صفحه، به عنوان مثال برای اینکه شما بخواید یک لینکی رو بازاریابی بکنید، باید روی لینک کاستومایزر بزنید که یک همچین صفحه‌ای براتون باز میشه. هر محصولی که بخواید حالا بازاریابی بکنید، مثلا ما میایم اینجا تو الکترونیک یه محصول رو می‌خوایم بازاریابی بکنیم، مثلا این دوربین مداربسته رو ما می‌خوایم بازاریابی بکنیم، یا روی این کلیک میکنید یا راست کلیک میکنید، کپی لینک رو در واقع بر میدارید که اینجا مثلا ما اگه اینجا کپی لینک رو برداریم، البته خب مثلا تو علی اکسپرس این بالا براتون لینک ساز براتون درست میکنه و شما میتونید از اون بالا انتخاب بکنید. اینجا URLتون رو مینویسید و اینجا هم تایتل، لینک تایتلتون رو می‌نویسید. حالا لینک تایتلتون هر چی که هست، مثلا ما الان این رو می‌ذاریم کامرا، خب این رو الان من اینجا قرار میدم، تایتلش رو می‌نویسم و جنریت لینک رو می‌زنم. این برای در واقع لینک کاملتون هست، شورت لینکتون میشه این، یعنی شما باید این شورت لینکتون رو داشته باشید اینجا. بعد از اینکه این کار رو کردید، باید این رو بازاریابی انجام بدید. اما قبل اینکه ما بریم برای بازاریابی، اصلا ما چه نوع محصولاتی رو باید در واقع در اینجا انتخاب کنیم، چه نوع محصولاتی رو باید بازاریابی کنید، شما باید محصولاتی رو بازاریابی بکنید که بیشترین فروش رو داشتن. ما اگر بیایم وارد گوگل بشیم و بزنیم best selling products، یه همچین سایت هایی رو برای ما باز میکنه. مثلا تو سایت شاپیفای نوشته که 17 تا از ترندهای برتر محصولات که فروشهای خیلی زیادی رو دارن در سال 2024. یا اینکه میتونید وارد سایت آمازون بشید. الان مثلا ما اینجا اومدیم که اومدی اینجا 17 تا از محصولات ترند رو برای ما نوشته. نکته که وجود داره،
اونایی که زبان انگلیسی بلد نیستن اصلا نگران نباشد. وقتی که شما مترجم گوگل رو نصب میکنید، اینجا فایرفاکس ماست، افسون است، پرژن رو بزنید تبدیل به فارسی میشه و شما به راحتی میتونید در واقع کارتون رو انجام بدید. یعنی اصلا نگران نباشید که اگر زبان انگلیسی بلد نیستید نتونید کار انجام بدید. و اینجا 17 تا از پرفروشترین ها رو برای شما در واقع زده و هر کدوم رو میتونید انتخاب کنید. و مثلا لوازم ابزار برقی که میزنید یه همچین چیزهایی براتون باز میشه که اینجا اومده، مثلا اسمشون هم اینجا مثلا نوشته پاور درل. خب پاور درل رو اینجا زده، مثلا ما میایم اینجا میخوایم ببینیم مثلا یه همچین چیزی هست اینجا نیست به چه صورتیه. تو بنگوت سرچ میکنیم، تو بنگوت که ما سرچ کردیم یه همچین حالا درل هایی برای ما میاد. خب اینجا همونطور که میبینید اینجا پاپولار رو، یعنی بیشترین محبوب ترین ها رو برای ما زده. موست ریویو رو که بزنیم، یعنی بیشترین چیزایی که امتیاز زده، میبینید که اینا رو برای ما آورد. یعنی شما این محصولات رو میتونید چکار کنید در حالا بنگود، علی اکسپرس یا هر جای دیگه فرق نمیکنه. مثلا الان تو آمازون بیایید نمیشه بست سلر این سلفون، مثلا اومده این محصول رو اومده اینجا زده. خب این محصول رو اینجا زده و شما میتونید همین محصول رو بیایید ببینید اصلا تو بنگود هست یا نیست، ببینید که به چه صورتیه. شما میتونید به راحتی این رو بیارید در بنگود دوباره باز سرچ بکنید. اما این انتخاب نوع محصول بود که براتون الان اومد، اصلا موست ریویو رو که بزنی براتون میاره که به چه صورتیه. اینجا $5.74 اینجا تو آمازون، البته خب این مدلاش در واقع فرق میکنه، $5.98 این خب در واقع سایزاش هم کلا فرق میکنه به خاطر همینه. حالا بعد از اینکه شما محصولتون رو انتخاب کردید، نکته که وجود داره خب چیکار باید بکنید؟ ما در واقع کاری که انجام میدیم این هستش که میایم چیکار میکنیم، میایم مثلا این رو انجام برمیداریم، نام محصولمون رو هر چی که هست، میایم وارد چت جی پی تی میشیم که یک توضیحاتی راجع به این محصول به ما بده. میایم وارد چت جی پی تی میشیم و این راجع به این محصول به ما مینویسه که اصلا چه نوع محصولی هست، چطوریه، به چه صورتیه و به این ترتیب برای ما کامل این محصول رو اینجا بیان میکنه. همونطور که میبینید داره محصول رو برای ما مینویسه. خب کامل برای ما راجع به این محصول توضیح داد که اصلا جنسش چیه، به چه صورتیه، متریالش چیه. بعد از اینکه این رو نوشتیم، در واقع کاری که باید انجام میکنیم باید روی این بازاریابی انجام بدیم. در واقع این الان برای ما اومد یک مقاله نوشت. این چیزی که من الان گفتم مثال هست، شما برای هر محصول پرفروشی میتونید یک مقاله کوتاه بنویسید، توضیحات کوتاه بنویسید. میایم وارد سایت medium.com میشیم و به راحتی شما اینجا میتونید مثلا بیایید توی شاخه تکنولوژی بیایید یک داستان بنویسید، نیو استوری بنویسید. راجب چی؟ راجب قاب موبایل مثلا آیفون 14، آیفون 13. میایید به راحتی میایید چیکار میکنید؟ اینجا اسم محصول رو مینویسید، حالا هر چی که هست و مثلا این رو اینجا قرار میدید، اینجا تایتلش رو قرار میدید و اینجا هم میایید کل داستان رو اینجا مینویسید. نکته که وجود داره این هستش که قبلا من بهتون گفته بودم برای اینکه بخواید مقالتون رو عوض بکنید، ساختارش رو عوض بکنید که حالا خواستید در سایت های مثل مدیوم منتشر بکنید، بیایید ساختار جمله رو عوض بکنید. میتونید از سایت کویلبات استفاده کنید. خب ببینید ما اینجا اومدیم وارد سایت کویلبات شدیم. سایت کویلبات چیکار میکنه؟ ساختار جمله رو عوض میکنه. حتما یادتون باشه وارد سایت کویلبات شدید
حتما حتما لاگین کنید روی اکانت خودتون با استفاده از اکانت جیمیل خودتون و بعد وارد بشید که بتونید کاراکترهای بیشتری رو اینجا قرار بدیم. مثلا اینجا ما اگه بخوایم به عنوان مثال این رو حالا عوض بکنیم، همینو بخوایم الان ما اینجا عوض بکنیم، اینجا پیست میکنیم توی کویلبات، quillbot.com، این دکمه سبز رو میزنیم، ساختار جمله رو بر ما عوض کرد. خب ساختار جمله رو بر ما عوض میکنه و به راحتی چیکار میکنیم؟ این رو میتونیم اینجا توی نیو استوری در واقع پیس بکنیم. یعنی ما اگه بخوایم این رو بنویسیم اینجا، میایم مثلا مینویسیم ماتریال، خب اینجا مینویسیم ماتریال، خب اینجا ماتریال بر ما در واقع چیکار کرد؟ نوشت. به همین ترتیب میتونید چیکار کنید؟ میتونید مقالتون رو بنویسید. اما وقتی که مقالتون رو دارید مینویسید، به عنوان مثال، بخواید لینک محصولتون رو بین در واقع مقالتون قرار بدید، اینو انتخاب میکنید و این لینک رو میزنید. وقتی که این لینک رو زدید چه اتفاقی میفته؟ شما میتونید بیاید و اینجا این جنریت لینک رو که ما اینجا زدیم، خب بذارید من یک محصول دیگه اینجا انتخاب بکنم که الان مثلا همین، اینو مثلا من انتخاب میکنم. خب میایم اینجا و این رو قرار میدیم. خب چون محصول تکراری بود اون رو به ما در واقع نشون نداد. خب مثلا من اینو اینجا قرار میدم، اسمش رو و این رو میزنم. خب ببین شورت لینک و کپی لینک رو اینجا قرار میزنیم و اینجا که اومدیم ببین مثلا هر قسمتش رو که بخواید ببینید لینک رو میزنیم، اوکی. ببینید الان اینجا لینک قرار گرفت. وقتی که مخاطب داره مقاله رو میخونه به این لینک میرسه، خب قطعا میاد روش کلیک میکنه. یا مثلا اینجا تو متریال هم میتونید همین کار رو بکنید، میتونید لینک هاتون رو اینجا قرار بدید. به همین صورت شما یک مقاله میتونید بنویسید، با استفاده از روش مقاله میتونید محصولات فروشگاه خودتون رو بازاریابی بکنید، که البته این یک روش هست. روش های بیشتری رو من در آموزش های قبلی در واقع برای بهتون معرفی کردم. یه سری سایت های رایگان هست، میتونید با استفاده از اون سایت های رایگان هم در واقع ترافیک برای خودتون درست بکنید.